یک پروژه دیگه ای از مالسازی و در واقع بنگاهداری بانک آینده منتشر شده و اون هم هتل روتانای مشهد هست که آخرین ارزش گذاری که انجام شد توی آذر ماه 21500 میلیارد تومان بود. یکی از روزنامه ها منتشر کرده گزارش شد خوبی رو راجع به آره اون هم حالا میخوایم برسیم به گزارش روزنامه فرهیختگان. این در واقع چیزی هست که توی کدال و در واقع سایت بورس منتشر شده. بله. که رده دوم در واقع گرانترین ملک بانک آینده هست بعد از ایران مال که 21500 میلیارد تومان. خیلی خوب میدونه که ایران مال 21000 میلیارد تومان عدد اون صفراشو ما بخوایم بشماریم میگه از یه حدی به بعد در واقع ما نمیتونیم حسی نداریم که خب یعنی چقدر این نداره. اینکه یه بانک خصوصی زدیم برای خودش یه مال زده مثلا 50-60000 میلیارد تومان ایران مال، یه دونه دیگه هتل زده 21000 میلیارد تومان از پول مردم و بنگاهداری داره میکنه. اینا اون نقطه های تاریک و عجیب غریب اقتصاد ایرانه که تورمش رو مردم الان مستاجرها دارن حس میکنن متاسفانه. و این خلق پولی که انجام شده ایناست. من نمیدونم که آیا مثلا چرا مالکان این بانک ها، بانک های خصوصی که حالا مثل آینده بانک های دیگه هم ما گفتیم تو همین برنامه که تقلفات جدی کردن از بانک های خصوصی و حتی بانک های دولتی، چرا محاکمه نمیشن اینها؟ چرا فقط میگن آقا بهتون مهلت میدیم تا 6 ماه دیگه اصلاح بکنید؟ یعنی چی؟ یعنی یه بانکی مثلا بیاد خلق پول بکنه مثلا 10000 تومان، 10000 میلیارد تومان، 20000 میلیارد تومان، 60000 میلیارد تومان، تخلف مهره از بنگاهداری که رهبر انقلاب گفتن آقا بانک ها غلط میکنن که بنگاهداری بکنن، بعد این راست بگرده همینجوری ادامه بده ماجرا رو، بعد نه بعد محاکمه. اگه مثلا دو تا از اینا محاکمه میشدن آیا این ادامه پیدا میکرد؟ ما واقعا از قوه قضاییه انتظار داریم که حالا صحبت‌های خوبی هم من دیدم آقای اجرایی کردن در مقابله با بانک‌های متخلف، اینه که واقعا محاکمه ها آغاز بشه، علنی بشه، بانک‌ها بدونن فقط با یه در واقع تنبیه مثلا بانکی ما مواجه نیستن، یه تنبیه جدی قضایی خواهند داشت، محاکمه خواهند شد و فقط بخشی از این تورم سنگینی که مردم دارن احساس می‌کنن به خاطر این خلق پولی است که بانک‌ها کردن از جیب مردم در واقع و به بنگاه‌های خودشون دادن. فقط هم واسه خلق پول نیست. ببینید این هتل روتانا توی در واقع مشخصات این هتل که نگاه می‌کنیم گفته میشه که بسیاری از مصالح و در واقع وسایلی که اونجا استفاده شده وارداتیه، یعنی ارزی که الان اینقدر ما تو جنگ ارزی هستیم صرف این شده که این در واقع تجهیزات مورد نیاز این هتل رو، یعنی واردات بی رویه یه بخشش باز کار همین بله. بانک‌ها هست. عدد رقم‌ها هم باز حالا بانک این در واقع گزارش که منتشر شده در مورد هتل روتانا توی آذر ماه بود. اخیراً بانک در واقع روزنامه فرهیختگان یک گزارش رو منتشر کرده و یک مقایسه جالبی رو انجام داده. گفته که الان ارزش املاک بانک آینده بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی که انجام شده 245000 میلیارد تومانه و مقایسه کرده با وامی که برای مسکن، یعنی برای ساخت خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیر مترقبه، کل وامی که برای مسکن داده شده در تمام بانک ها در دو سال گذشته، یعنی از دو سال گذشته تمام بانک های کشور چقدر وام برای مسکن دادن؟ 68000 میلیارد تومان. و این رو با ارزش املاک بانک آینده که مقایسه میکنیم به یه در واقع مقایسه چهار برابری میرسیم، یعنی چهار برابر ارزش املاک بانک آینده هست از کل اون چیزی که به 85 میلیون ایرانی وام مسکن داده شده. بانک ها میگن ما نداریم، نقدینگی نداریم برای مسکن و